بچه سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خیلی خوش اومدید به کانال خودتون با یه برنامه رپ حواشی دیگه. بعد چند روز برگشتیم به خونه هاتون که بپرزیم به اتفاقات اخیر چند روزه رپ فارسی. لایک ویدیو و کامنت فراموشون نشه. نظرتون هم لطفاً درباره ویدیوها حتما بنویسید. بریم براش. خب اولین خبر، داغ‌ترین خبری که طبیعتاً دیگه همه در جریانیم، آزادی توماج سالایی بود که تبریک میگیم به تمام مردم ایران و همچنین جامعه رپ فارسی، که خبر خیلی خوشحال کننده ای بود و به قول خیلی ها شبمون رو ساخت اون شبی که این خبر اعلام شد. خود توماج سالایی توی صفحه اینستاگرامش یه پستی منتشر کرد و یه عکسی از خودش منتشر شد بعد از آزادیش، که بریم با هم اولون رو ببینیم. خب این خبر آزادی با عکسی از خودش توی پیج اینستاگرامش منتشر شد و تو کپشن نوشت: تو درخشیدی و بس به سپیدی تمام. اولین چیزی که توماج گفت: فکر میکردم غمگین‌ترین موقعیت یک آدم تنها بودن زیر شکنجه های زمان بازداشته. حالا میفهمم تنهایی آزاد شدن از اون هم تلخ‌تره. توماج سالایی پسر ایران پس از تحمل 252 روز زندان انفرادی و مجموعاً 1 سال و 21 روز حبس ناعادلانه، سرانجام امروز 27 آبان به قید وثیقه از زندان آزاد و به جمع خانواده بزرگ خود بازگشت. ضمن ابراز شعف و شادمانی از پایان یافتن این اسارت ظالمانه، پیگیر روند درمان آسیب‌های جسمی وارد شده به او خواهیم بود. به امید آزادی کامل و بی‌قید و شرط، توماج عزیز، تو پیروز زندانی هستی که بردن. خب واکنش‌های زیادی رو داشتیم به این خبر، که اکثر رپرها واکنششون دادن و خیلی خوشحال بودن از این موضوع و تبریک گفتن، که با هم اونا رو می‌بینیم. اکثرانم با استوری و گفتن تبریک واکنش خودشون رو نشون دادن، ولی چند تا از واکنش‌ها ذره تأمل برانگیز بود. واکنشی داشتیم از سمت امیر اپیکور، که خودش هم الان تو شرایطیه که خب میگه که یه جورایی با وثیقه آزاد بوده و علم که از کشور خارج شده. چند تا استوری گذاشت و یه وایس داد که بریم اونا رو با هم ببینیم. خب پیج اپیکور توی اینستاگرام اومد و استوری اول زد: تا وقتی که شرایط اینجوریه که آزادی وجود نداره، اما مبارک و توماج رو تگ کرد و دوباره استوری زد که به قید وثیقه با تعجب، و در ادامه وایسی داد که با هم گوش میدیم. آقا توماج به قید وثیقه آزاده، یعنی رسما آزاد نیست. من خودم 6 ساله به قید وثیقه آزادم. با حبس چه فرقی میکنه وقتی بشینم همش منتظر باشم چه حکمی میدن واسه جرمی که نکردم؟ دیدم چند جا به کامنت گذاشتن براش که مشکوک آزاد شده. آزاد چی؟ آزادی مگه وجود داره الان تا وقتی همچی شرایطی هست؟ سامان میلسون هم بالاخره امروز واکنششون داد با آزادی توماج و وایسی رو گذاشت که با هم گوش کنیم. البته خیلی جالبه که هنوز هیچکس فدایی و خیلی از کسای دیگه که توقع داشتیم واکنششون بدن واکنش نشون ندادن، ولی خب وایس ویلسون رو با هم گوش میدیم. خیلی حال کردم توماج اومده بیرون، جای این اونجا نبود، آدم به این با استعدادی، خدا رو شکر خیلی خوب شد. واقعا دیروز بهترین خبری که میتونستم بشنوم این بود. خیلی خیلی حالات صفا باشه. فایه سریا با هم میگم با قید وثیقه آزاد شده، یعنی چی هستن؟ وثیقه مال متهمیه که بازداشته تا وقتی اتهامش ثابت شه، حکم صادر شه، یعنی حالا یا جریمه یا زندان تعزیری تعلیقی یا براءت، اصلا هر چی. ولی وقتی حکم صادر شده بود 6 سال و 3 ماه دیگه وثیقه معنی نمیده، حکم باید اجرا بشه دیگه.
موندم که دیگه امیدوارم، یعنی اومده بیرون تموم شده باشه قضیه دیگه. وثیقه چیه دیگه؟ مگه دادگاه برگزار نشده؟ خب بین کسایی که واکنششون دادن دو نفرم خیلی واکنش منفی نشون دادن که واقعا نمیدونم چی بگم به این تفکر و این واکنش. حالت جلوتر بهش میپردازیم. یکیش واکنش پوری آدروید بود، بعدی هم واکنش تی ام بود که با هم جفتشو میخونیم. پوری آدروید نوشت: تو ماجان خوش برگشتی، ولی همیشه برام سوال بوده که چرا همه رو کشتن، اعدام کردن به غیر از تو. کاش برخوردی که با تو کردن با همه میکردن. صفحه اینستاگرام همه بسته شد به غیر از تو. حسین رونقی تو یک ماه یه کاری باهاش کردن که 5 بار مرگ و مزدش رو چشید، اما خوشحالم سر حالتر از همیشه. ای کاری جز باور کردنت نداریم فعلا. در ادامه نوشت: به کسی فوش بدین که این همه سال کلی سوال توی مغزتون درست کرده که تشخیص حقیقت و دروغ تو همه چیز سخت شد. تیم هم نوشت: دورچی هنوز ممنوع کار، بعد این آزاد شد، ما هم گاویم. به نازم که آزاد شد. واقعا کردین یا دارید شوخی میکنید؟ به جون مادرم اگه یه دونه پسی بهش زده باشن از من سالمتره. تو ماج مخبره. خب دیدیم این دوتا واکنش منفیه که واقعا هم نمیدونم چی بگم، ولی خب شاید بین مردم هم کسایی باشن که همچین واکنشی داشته باشن. ولی بهترین جواب فکر میکنم شخصی به نام بهراد کناری که فکر میکنم یکی از رپرهای جدید سمت جنوب کشورم هست که چند وقت پیشم مثل این که توی سالگرد یکی از کشته شدگان اعتراضات ایران مثل که دستگیر شده بود و فیلم آزادیش وایرال شده بود، اومد یه استوری زد. چون سابقه بازداشتم داره، حرفای خیلی قشنگی زد به کسایی که مشکوک بودن به آزادی توماج، و به نظر من خیلی بهترین جوابه که با هم میشنم. تو چندین استوری دیدم که میگن مشکوکه که توماج آزاد شده اما سر حاله. بچه آرشگاه تو زندان هست، واسه ما نرخش 1 پاکت سیگار بود، بقیه بندها تا 2-3 پاکت هم میرسید. و آرشگاه حرفه‌ای هم هست که حالا ممکنه بدهی داشته باشه یا جرمی مرتکب شده باشه که افتاده باشه زندان. روز آزادی نامه آزادی از صبح میشینه توی سیستم، اما خروجی زندانی از ساعت 5:30 به بعد هست. واسه همین تا اون موقع وقت داری هم آرشگاه بری هموم کنی. تازه بچه‌ها لباس‌های جدید و تمیز هم واسات میارن، بهش میگن تیپ آزادی. خیلی‌ها جشن هم میگیرن برات. اعتصاب هم که شنیدین یک سری شرایط داره، مثلا اعتصاب غذای خوش شامل آب و نوشیدنی نمیشه و به دلایل واهی هم جام نمیشه. باید یه دلیل قانونی داشته باشه، نامنگاری داره، تعهد داره و غیره. مثلا بگه تا رسیدگی به اعتراضم توی پرونده اعتصاب میکنم، یا تا وکیلم را نذارید ببینم اعتصاب میکنم. نمیشه همینجوری بگی تا آزادم نکنید اعتصاب میکنم. علکی از هر چیزی داستان درست نکنید واسه خودتون. خب خبر بعدی که میخوایم بهش بپردازیم پارت دوم قسمت دوم پادکست سکته، که قبلا هم درباره قسمت اولش یعنی یا پارت قبلیش صحبت کرده بودیم تو ویدیوهای قبلی. دیروز منتشر شد که لینکش رو حتما میذارم توی دیسکریپشن که بتونید از اونجا کامل ویدیو رو ببینید، ولی خلاصه ای از این پادکست رو براتون میخونم. ام جی توی قسمت جدید پادکست سکته در مورد ویتینگ آخری که شرکت کرده بود گفت که خیلی حال کردم و یادی از قدیما کردیم و رپرایی که حضور داشتن، ولی هیچکس توی واکنش به هم بی‌احترامی کرد و شعور خودش رو نشون داد. و در ادامه گفت: توی قدمتی که من دارم کسی تا به حال جدیداً میتینگ نرفته و دلیل اصلیش هم اینه که خیلیا از این کار میترسن. و ته صحبتی قبلا همین منیجر گفته بود که از زبون خودش زدبازی تموم شده و سیجل واکنش نشون داده بود. نظر سوراب امجایی خواست که سوراب امجایی هم در ادامه گفت: گروه ما منسجم نیست و تموم شده است، فقط به خاطر فناست که بعضی وقتا میخونیم. من و سامان نباشیم دیگه زدبازی کنسله. و اینکه اون سری واسه کنسرت لندن لوگوی زدبازی رو زده بودن پشتشون و کار درستی نبود و من و سامان حال نکردیم. با این اتفاقاتی که افتاده زدبازی جورایی تموم شده است. در ادامه هم چند تا کامنت خوندن از مخاطبا که سوالی کرده بودن درباره نظرش درباره بعضی از رپرها، که نظرش رو داد نسبت به رضا پیشرو که گفت رپر خوبیه، مرادیدن صداش خوبه، حسین گنگ صداش خیلی خفنه، کارش درسته، یاس رفیق قدیمیه، سروش هم یکی از قدیمی تریناست، اما اعتقاداتش رو وارد موزیکش کرده، فناش هم کلافه شدن از سبکش، قتلو هم بسیار خلاق، سامان هم میاریم که از حرفایی که زده خودش دفاع کنه. خب بچه این بود از اتفاقات و حواشی این چند روز اخیر رپ فارسی که دوتا از پرهاشیه تریناشون رو پوشش دادیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و بعد از دیدنش حتما لایک کنید، نظرتون رو بنویسید، کامنت بذارید و فعال باشید. دمتونم گرم بابت کامنتاتون. تا دیدار بعد و رپ حواشی دیگه، خدا نگهدار، به امید دیدار.